سلام خدا، با سلام. با فصل دیگری از مجموعه کنترل مدل با مطلب در خدمتتون هستم. این فصل تحت عنوان رویت پذیری و کنترل پذیری هستش. خب به عنوان مقدمه اگه بخوایم یه صحبتی داشته باشیم، ما قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم متغیر حالت x تی صفر در هر لحظه تی صفر کلیه اطلاعات مورد نیاز از ورودی های قبل رو در خودش اندوخته و پاسخ سیستم از تی صفر به بعد با دانستن این متغیر خاص مشخص میشه. رابطه که متغیر حالت بین ورودی و خروجی برقرار میکنه علارغم ساده سازی عملیات طراحی و کنترل کننده و امکان استفاده وسیع کامپیوتر و روش های عددی در آن، میتونه این محدودیت رو ایجاد کنه که نمایش یکتا نبوده و ممکنه که در برخی از حالات ارتباط یک به یک با ورودی و خروجی نداشته باشه. مثلا اگه بخوایم یک مثال در این رابطه بزنیم، شما فرض کنید یک سیستم به طور ذاتی دو تا متغیر حالت داشته باشه، ولی ما برای نشون دادنش از سه تا متغیر حالت استفاده کرده باشیم. خب توی این حالت ارتباط بین خروجی و یکی از متغیرهای حالت و همینطور ارتباط بین ورودی و یکی از متغیرهای حالت قطع میشه. خب مثلا اینجا با تعریفی آشنا میشیم به اسم رویت پذیری و کنترل پذیری، به طوری که ارتباط متغیر حالت با خروجی رو با اپراتور رویت پذیری و ارتباط بین ورودی و متغیر حالت رو با کنترل پذیری تعریف میکنیم. تعریف رویت پذیری میگیم که یک سیستم LTR رویت پذیر نامیده میشود اگر شرایط اولیه متغیرهای حالت، یعنی x0 مساوی x0، را بتوان به صورت یکتا از اطلاعات مربوط به yt و ut در محدوده زمانی 0 تا t، یعنی توی بازه زمانی محدود تعیین کرد. خب میدونیم که با دونستن x0 و ماتریس انتقال حالت میتونیم xt رو در هر زمان دلخواهی به دست بیاریم. عبارتی که اینجا مشاهده میکنید پاسخ کامل یک سیستم LTIه که همونطور که قبلا گفتیم این بخش پاسخ به ورودی صفر و این وقت پاسخ حالت صفر، یعنی پاسخ با ورودی در اصل. خب خروجی سیستم هم به این صورت محاسبه میشه که یه دونه سی داخل کلش ضرب میکنیم و به علاوه دی یو تی میکنیم. پس میتونیم بگیم که خروجی به ازای ورودی صفر زیرو اینپوت برابر میشه با C در ای به توان AT X 0. خب تعریف متغیر حالت رویت ناپذیر میگیم متغیر حالت X پرایم مخالف صفر رویت ناپذیر نامیده میشه اگر پاسخ همگن یا بدون ورودی با شرایط اولیه X 0 مساوی X پرایم برای کلیه زمانها کاملا صفر باقی بمونه. یعنی اینطور نباشه که حالا بعضی وقتا هست ما یه حالتایی داریم که مثلا میگم شما یه خازن رو در نظر بگیرید توی مداری که فقط یه دونه مقاومت هست و این میخواد خودش رو داخلی مقاومت تخلیه بکنه. خب امکان داره پاسخ ما به صفر میل کنه، ولی این صفر شدن کامل پاسخ نیست، یعنی پاسخ ما از اول صفر نبوده. ما منظورمون از کاملا صفر باقی موندن متحد با صفر بودنه، یعنی همواره صفر باشه، اصلا یعنی دیده نشه. اینطور بعد رویت پذیری رو تعریف کنیم. اون متغیری پس رویت ناپذیره که اصلا تأثیر شرایط اولیه‌اش توی خروجی دیده نشه. چرا فقط شرایط اولیه؟ خب مشخصه. ما داریم چی رو بررسی میکنیم؟ داریم اون استیت رو می‌خوایم ببینیم توی خروجی چه تأثیری داره. تو خروجی میشه مشاهدهش کرد یا نه؟ ورودی که برای ما مهمه، ورودی که 100% داخل خروجی دیده خواهد شد. خب حالا توی این مثال فرض کنید که ما یه جسمی اینجا داریم، میشه گفت حالا یه ماشین در اصل که داریم از یک طرف بهش نگاه میکنن، از نمای جانب داریم بهش نگاه میکنن. خب شما فرض کنید ما داریم Y1 و Y2 رو اندازه میگیریم، ولی این میتونه زوایای مختلفی داشته باشه، یعنی زاویه هم میتونه تغییر بکنه. خب اگر متغیرهای حالت ما ترتیبشون به این صورت باشه، باشن x، اینجا رو x در نظر بگیریم،
ایکس دات تتا تتا دات. و آلفا و بتا هر عدد حقیقی غیر صفری باشن. حالا اگر ما بیایم ایکس رو اندازه بگیریم، یعنی جا به جایی این رو اندازه بگیریم، آیا میتونیم تتا رو داخلش ببینیم؟ اینجا که اینجا دادیم سی برابر یک گذاشته شده، ما تتایی رو داخل خروجی نمیتونیم ببینیم، ما فقط داریم جا به جایی مرکز جرم این جسم رو مشاهده میکنیم. پس این یه حالتی از رویت ناپذیر بودن یک سیستم. من یک مثال ساده تر واسهتون بزنم. شما فرض کنید که یه اتومبیلی داره حرکت میکنه و شما دقیقا بالا سر اون اتومبیل به صورت عمود وایسادید. حالا آیا میتونید نوسانات این اتومبیل رو توی جاده ببینید اگر دقیقا از بالای از نقطه عمود بر اون اتومبیل نگاه بکنید؟ مسلما نمیتونید. پس این تعریف متعامد بودن سنسور بر متغیر هم به این صورت تعریف میشه. خب اون تعریف عمود بودن رو اینجا هم میتونیم نشون بدیم. میگیم اگر ما یک متغیر حالتی داشته باشیم که شرایط اولیه‌اش عمود باشه بر سی ترانسپوز، اون وقت این متغیر حالت رویت ناپذیره و به نوعی سیستم رویت ناپذیره. قضیه رویت پذیری، یک سیستم LTI به عبارت دیگر زوج A و C را رویت پذیر گوین. چون میگیم زوج A و C؟ چون برای بررسی رویت پذیری یا رویت ناپذیری فقط نیاز داریم که ماتریس A و C رو بدونیم. اگر و فقط اگر هیچ متغیر حالت رویت ناپذیری نداشته باشه. خب آزمون های رویت پذیری، تا به اینجای کار برای تحلیل رویت پذیری باید x صفر رو به گونه ای پیدا می کردیم که c در e به توان at x صفر برابر صفر باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه پاسخ بدون ورودیمون به ازای یک شرایط اولیه برابر صفر باشه. خب اما این جستجو معمولا دشواره، به همین خاطر ما سعی میکنیم به روش های روی بیاریم که توی جبر خطی با اونها آشنا شدیم. خب شرایط رویت ناپذیری یا رویت پذیری فرق نمی کنه. میگیم ماتریس یا زوج A و C رویت ناپذیر است اگر و فقط اگر ماتریس فی او مساوی با C به روی سی آ تا C در A به توان N منهای 1 نقص رتبه داشته باشه. خب نقص رتبه داشتن یعنی که فول رنگ نباشه. یعنی مثلا اگر این ماتریس که معمولا یک ماتریس غیر مربعیه، رتبهش از رتبه کوچکترین شماره سطح یا ستونش کوچکتر باشه. حالا این اثبات این قضیه رو می‌خوایم انجام بدیم. برای اثبات این مسئله بعد قضیه کلی همیلتون رو خدمتتون یادآوری کنم. کلی همیلتون میگه اگر معادله مشخصه یک سیستمی اس به توان n a n منهای 1 اس به توان n منهای 1 به علاوه تا a1 اس به علاوه a0 مساوی 0، اگه معادله مشخصه سیستم باشه، ماتریس سیستم توی معادله مشخصش صدق میکنه. A0i. خب حالا شروع میکنیم به اثبات. ما گفتیم اگر یک متغیر حالت مثلا x star رویت ناپذیر باشه، خب در این صورت باید به ازای همه t ها این رابطه برابر صفر باشه. یعنی c ای به توان ای تی ایکس ستار مساوی با صفر باشه. خب حالا شرط لازم رو بررسی میکنیم. میگیم که چون که سی در ای به توان ای تی ایکس ستار یک تابع تحلیلیه، پس مشتقاتش هم وجود داره و مشتقاتش رو به این فرم مینویسیم برای تی در لحظه صفر. خب اگه اینجا تی رو برابر صفر بذاریم، برابر میشه با سی ایکس استار مساوی با صفر. مشتق میگیریم دی به دی تی سی ای تی ایکس استار به ازای تی مساوی با صفر. خب فقط ای به توان ای تی کتابی از تی هستش، پس نمیسیم سی در ای. حواستون باشه ما هیچ وقت نمیتونیم نمیسیم ای سی. بعد وقتی مشتق میگیریم حتما سی در ای بنویسیم که توازن ماتریسیمون به هم نخوره. ای تی ایکس استار
اینجا تی رو مساوی صفر اگر قرار بدیم خواهیم داشت سی ای ایکس استار مساوی با صفر. همینجوری اگر تا مشتق مرتبه کام ادامه بدیم، مشتق کام سی بانه و تی صفر سی ای ایکا ای به توان ای تی ایکس استار تی مساوی با صفر که مساوی میشه با سی ای به توان کا ایکس استار مساوی با صفر. حالا بررسی شرط کافی میپردازیم. ما دیدیم که سی در ایکس استار مساوی با CA X star مساوی با CA 2 X star مساوی با C A منهای 1 X star مساوی با 0 هستش. خب قضیه کلی همیلتون به ما چی میگه؟ میگه A به توان N، ما بقیه روابط رو میبریم سمت راست تساوی، A N منهای 1 ای به توان n منهای 1 منهای a 1 a منهای a 0 i. خب از سمت چپ c رو ضرب میکنیم و از سمت راست x رو. حواستون باشه اینجا x هم یک بردار اسکالر نیست، فقط توی حالت خاصی میتونه بردار باشه، ولی چون ما داریم حالت کلی رو بررسی میکنیم و اثبات میکنیم باید ملاحظات برداری و ماتریسی رو براش داشته باشیم، پس از چپ و راست ضرب شدنش برای ما مهمه. خب پس میشه C A به توان N X صفر مساوی با منهای A N منهای 1 C، ولی A N منهای 1 یه اسکالره، میتونیم جا به جاش بکنیم، مشکلی نداره، A کوچیک است و همینجوری ادامه بدیم تا A1 C A X star منهای A0 C X star مساوی با 0. حالا اگر طرفین این معادله رو داخل A ضرب بکنیم خواهیم داشت A N به علاوه 1 A N منهای 1 C A به توان N منهای A1 C A به توان 2 X star منهای A0 C A X star. خب ما اینجا دیدیم که همه اینها چون صفر بودن، پس C A به توان N در X هم برابر صفره، پس اینجا هم دوباره صفر و تک تک اینها برابر صفر میشه واسه ما. پس C در AN به علاوه 1 در X star هم برابر صفره و همینطور اگه ما این رو ادامه بدیم هر توانی از A رو در نظر بگیریم برابر صفر میشه. پس ما میتونیم بگیم که کلن C E به توان AT در X مساوی با صفره، چون اینا همشون از همین بست به دست میان، بسته تیلور ای به توان ای تی. از ما پرسیده شده که آیا این سیستم رعایت پذیر هست یا نه. وقتی این سیستم مرتبه دوه، ماتریس فی اون سی سی در ای به توان ان منهای 1 بود دیگه، ان ما اینجا برابر 2 هستش. خب این ماتریس به این فرم به دست میاد. همونطور که میبینید سطر اول با سطر دوم رابطه داره، به طوری که سطر دوم منفی 2 برابر سطر اول هستش، پس این ماتریس فول رنگ نیست، نقص رتبه داره، پس دترمینانه فی او برابر با 0 میشه، رنگ این ماتریس برابر 1 هستش. خب حالا میخواییم متغیر رویت ناپذیر رو پیدا بکنیم. برای این کار باید تو فضای پوچی ماتریس دنبالش بگردیم، تو فضای پوچی ماتریس فی.
پس میگیم یک، منفی دو، مثبت دو. x یک، x دو، مساوی با صفر. خب، x یک مساوی با x دو میشه، برای اینکه این رابطه برابر صفر باشه. پس ما بعد بگیم که متغیر حالت رویت ناپذیر ما به این فرمه. x یک، x دو، هر حالتی از برابری x یک و x دو. خب این به چه معنیه؟ به این معنیه که اگر متغیرهای حالت ما یعنی x1 و x2 با هم دیگه برابر باشن، ما نمیتونیم توی خروج اونها رو ببینیمشون. خب حالا خودتون افسر مطلب هم ببینیم چجوری ماتریس ابزرویبیلیتی و به همون ماتریس رویت پذیری رو محاسبه میکنه. خب برای این کار صفحه متغیرها و نمودارها رو پاک میکنیم. ماتریس A برابر بود با منفی 3 دوم، 1 دوم، 1 دوم، 3 و این دستور از ابزرو اومده و برای A و C، زوج A و C چیز میشه و رنگ فی مساوی میشه با رنگ فی و X استار که در اصل متغیر رویت ناپذیر هم سیستممونه با دستور نول که فضای پوچی ماتریس فی رو به دست میاره محاسبه میشه. خب اما تا گمه این ماتریس فی رنگش یک شد و ایکس استار هم برای ما مشخص شد. حالا خواهید یه ترکیبی رو مثلا بزنیم که رنگمون یک نشه. امتحان میکنیم. میبینید رنگمون که دو میشه دیگه ایکس استاری وجود نداره. چون ماتریس دیگه فضای پوچی نداره ماتریس فی وقتی که فول رنگ باشه. خب یه مثال دیگه رو اگه بخوام بررسی کنیم، سیستمی که چندین بار باهاش کار کردیم، همون سیستم موتور دی سی، ماتریس ایش به این صورت بود: صفر، 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 یک، صفر، منفی n که امامه به روی جای ای، صفر، مثبت n که n جای ای و منهای r الام. حالا از ما خواسته شده که رویت پذیری رو برای حالت‌های مختلف این مورد بررسی قرار بدیم. حالت اول فقط زاویه رو اندازه‌گیری کنیم، یعنی فقط متغیر حالت اولش. متغیر حالتش به این ترتیب بودن که اولی زاویه بود، دومی سرعت زاویه، سومی جریان بود. و حالا حالت‌های بعدی هم بررسی می‌کنیم بعد از این. ماتریس فی او رو اگه بخوایم تشکیل بدیم برابر میشه با، چون الان سیستم مرتبه 3 تا توان دو A باید جلو بریم، از میشه C، C در A، C در A به توان دو. توی این حالت ماتریس فی او به این فرم دست میاد: صفر، یک، صفر، صفر، پای ان جی بی. خب همونطور که مشاهده میکنید الان این ماتریس کاملا فول رنک. چرا؟ چون تک تک سطر و ستونهاش از هم مستقلن، یعنی شما به هیچ وجه نمیتونید با ترکیبی از سطر دو و سه سطر یک رو بسازین، یا با ترکیبی از سطر یک و دو سه رو بسازین، یا همه ترکیب های
ممکن چند برابر کردن یک سطح، نمیتونی سطر دیگه ای رو یا ستون دیگه ای رو بسازیم. پس این ماتریس یک ماتریس فول رنگه، چون کاملا بر هم دیگه عمود هستن. پس فول رنگه. پس اگر ما تتا رو اندازه گیری بکنیم، سیستم رویت پذیر با این اندازه گیری. یعنی چی؟ یعنی هم تتا قابل مشاهده است، هم اومگا. خب حالت بعدی، حالت بعدی چیه؟ حالت بعدی اینه که سی مساوی با صفر یک صفر باشه. یعنی چی؟ یعنی ما اومگا رو اندازه گیری بکنیم. تو این حالت ماتریس رویت پذیری ما باز هم همون سی سی ای سی ای به توان دو صفر 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 یک صفر. وقتی یک ستون یا یک سطر یک ماتریس کامل برابر صفر بود، این سیستم چیه؟ حتما بهتر بگیم این ماتریس حتما فول رنک نیست. شیعن جی ای به توان دو صفر ان کیان جی ای منهای ان کیان آر جی ای در ال. حالا به غیر از اون شما میبینید که میتونیم با سطر اول و دوم به راحتی سطر سوم رو بسازیم. پس این سیستم یک سیستم رویت ناپذیره که رنگ ماتریس فی او مساوی با دو. متغیر حالت رویت ناپذیرمون هم با توجه به اینکه ستون اول این ماتریس صفره، متغیر اولمونه. یعنی تتا رویت ناپذیر میشه داخل این حالت. حالت بعدی حالتیه که ما هم تتا رو اندازه بگیریم هم اومگا رو. تو این حالت انتظار میره سیستم رویت پذیر باشه. چرا؟ چون که خود تتا به تنهایی سیستم رویت پذیر میکنه. یعنی میتونیم بگیم سنسوری که داشت تتا رو اندازه میگرفت، سیستم رو رویت پذیر کرد، کاملا رویت پذیر کرد. حالا یه چیزی هم آوردیم کمکش، سنسور اومگا هم آوردیم کمکش، پس 100% میتونه سیستم رو رویت پذیر کنه. ولی باز هم مینویسیم که ببینیم سی سی در ای. حالا فقط نوشتن این حالت فقط اینه که یه مفهوم دیگه از فول رنک بودن رو ببینید که منظورمون چیه دقیقا. چون الان این ماتریس، چون ماتریس سی یک ماتریس دو در سه شده، ماتریس فی ما یک ماتریس 6 در سه هستش. صف یک صف صف یک صف 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 ان که یه ام جه ای صف صف ان که یه ام جه ای و صف صف نه جه ای به توان دو و این درایه هم منفیه ان که یه ام آر جه ای ال. خب همونطور که دارید میبینید الان این دوتا سطر یکیشون فقط حسابه، چون یکسانن. این دوتا سطر هم همینجور یکیشون حساب نیست، چون دوتاشون به همدیگه برابرن. این سطر هم که هیچ چیز مشابهش نداره، این سطر کاملا مستقل. سطر دوم و سوم به هم وابسته بودن که یکیشون رو حذف میکنیم. سطر چهارم و پنجم به هم وابسته بودن که باز هم پنجمی رو حذف کردیم. و سطر ششم هم به سطر دوم و چهارم وابسته است که این رو هم حذف میکنیم. از چند تا سطر مستقلمون؟ سطر اول، سطر دوم، سطر چهارم. پس رنگ ماتریسمون چند میشه؟ برابر سه میشه. خب این ماتریس ما گفتیم رنگ یک ماتریس بزرگترین رنگی میتونه داشته باشه چیه؟ برابر کوچکترین بودش. الان این ماتریس 6 در 3، پس وقتی رنگش 3 باشه پس فول رنگه. خب حالا میخوایم توی نرم‌افزار مطلب هم این رو ببینیم. برای به اصطلاح مطمئن شدن از چیزایی که محاسبه کردیم، ما باید بیایم
پارامترهایی که توی اون سیستم داشتیم رو همه رو به سلا اینجا واردشون بکنیم. کای ام مساوی بود با 500 اوم، آر مساوی بود با 1.2 اوم، ال مساویه 500 اوم هاوری، جی ام مساویه با 8 ای منفی 4، جی مساوی بود با 2 در 10 به توان منفی 2، ان مساوی با 12 و جی ای مساوی بود با جی به علاوه ان 2 در جی ام. خب قسمت اوله که یه اینیشیالیزیشن ما انجام دادیم. حالا میخواییم حالت اول، پس می‌نویسیم first. حالت اولمون چی بود؟ اول از همه ماتریس ایمون که ثابته، تغییری نمی‌کنه، پس ماتریس ایمون رو تعریفش می‌کنیم که برابر بود با 0 1 0 0 0 n در کای ام تقسیم بر جی ای و سطر سوم 0 منفی n کای ام تقسیم بر ال منهای آر تقسیم بر ال. این هم نمایشش هم برامون بده. توی قسمت اول سی برابر با 1 0 0، یعنی فقط مجبورش می نویسیم چی؟ تتا از آوتپوت. خب کاری که انجام میدیم چیه؟ اول میایم ماتریس فی رو که با فی 1 یعنی چی؟ برای حالت اول میخوایم به دستش بیاریم. پس میگیم A و C، نمیذاریم C1 که بیانگر حالت اول باشه، چون در آخر میخوایم اینا رو همه رو یه استفاده ازشون انجام بدیم که میبینید. رنگ C1 و نال C1 که اگر متغیر حالت رویت ناپذیری داشت برای ما نشون بده. به اسم مثال دو سیوش میکنیم. همونطور که میبینید رنکمون برابر 3 فول رنکه و ایکس استار نداریم. حالا ما اونجا به صورت عددی ننوشتیم دیگه، اونجا پارامتری حل کردیم مسئله رو، ولی میبینید که همون استقلاله کاملا دیده میشه. برای دومی اینجا سی دو برابر میشه با 0 1 0، همه اینا همون، فقط این که بشه فی دو. توی این حالت میبینید که همونطور که ما گفتیم متغیر حالت اول رویت ناپذیره، رنگمون هم که دیدیم برابر 2 شد. حالا حالت سوم سی رو میگیریم برابر 31 بروی 32 که هر دوتاشون رو داشته باشیم. ببینید اگه سی به این فرم در میاد. حالا ماتریس فی دیگه به اسم فی به دست میاریم. ببینید که 100% که همونطوری گفتیم رویت ناپذیر نیست و رویت پذیره و ایکس استارمون هم برابر یک ماتریس خالیه. حالا میخوایم مفهوم رویت پذیری رو توی عمل ببینیم. یعنی چی؟ یعنی میخواییم شرایط اولیه رو برای هر کدوم از این حالتها بدیم و ببینیم که میتونیم خروجی ها رو ببینیم، چه استیت هایی توی خروجی قابل مشاهده هستن و چه استیت هایی قابل مشاهده نیستن. خب برای این کار میاییم C1 رو به این صورت تعریف میکنیم. SSA. خب ما نیاز داریم که ماتریس بیمون رو هم اینجا بیاریم، چون میخواییم سیستم رو تعریف کنیم. ماتریس بی رو تو همون قسمت اول تعریفش میکنیم. ماتریس بی برابر بود با 0 0 0 منفی 1 جی ای 1 الان 0، و ماتریس دی هم که برابر
چون سیستممون متفاوته برای هر کدوم از حالتاش، ما میبریم دیار رو بالا سر خودشون مشخص میکنیم. وقتی یه ورودی یه خروجی باشه 1:2 و وقتی دو ورودی دو خروجی باشه 2:2. پس بی که ثابته C1، پس دی رو ما اینجا با عنوان D1 تعریف میکنیم. دو ورودی داریم 0 0 D1، C2 SS A B C2 D2 که D1 و 2 با هم دیگه برابرن. فقط برای اینجا یه D تعریف میکنیم که 2:2 باشه با دستور 0 سمتر. این رو به اسم سیس می نویسیم، SS A B CD. خب سیستم همون تعریف شدن. حالا ما با اینش کاری نداریم خیلی، میخوایم آزمایشش کنیم. چجور آزمایش میکنیم؟ ما میگیم 3 تا شرایط اولیه مختلف در نظر میگیریم. ببینید تو این 3 تا شرایط اولیه مختلف برای هر کدوم از این سیستم ها چه حالتی رخ میده، یا بهتره بگیم که کدومشون توی خروجی اصلا دیده نمیشن. سیستم اول رویت پذیره. ما میگیم شرایط اولیه‌مون رو استفر 1:1. چرا 1:1؟ یعنی حالت اولیه مرحله اول یا سیستم اول، اولین استیتش 1 میذاریم. خب برای اینکه بخوایم اینو مشاهده کنیم از دستور چه استفاده می‌کنیم؟ قبلا استفاده کردیم. ما میایم یه بازه زمانی تعریف می‌کنیم، مثلا مثل تی از 0 تا 10 ثانیه. خب چون می‌خوایم پاسخ رو نسبت به شرایط اولیه بسنجیم، میگیم وای تی و ایکس. از دستور اینیشیال استفاده می‌کنیم. اینیشیال اولیش چی بود؟ سیستم بود که ما برای سیستم 1 x 0 1 1 و t. خب حالا اگر این سیستم رویت پذیر باشه که میدونیم هست، الان y ما باید غیر 0 باشه. پس پلات میکنیم t و y رو. میبینید که y من برابر 1 شده. 2 اگر بذاریمش برابر 2 میشه، کاملا ثابت میمونه. خب حالا حالت بعدی رو میخوایم بررسی کنیم. برای چه حالتی؟ برای حالتی که شرایط اولیه‌مون، یعنی همینا ما در نظر بگیریم، شرایط اولیه‌مون روی کجا باشه؟ روی سرعت باشه. سرعت اولیه‌مون برابر 2 باشه. خب پس الان باز هم باید وایمون برابر 0 نشه. ما اینو کامنت میکنیم. ببینید که سرعت اولیه‌ای داشتیم، بعدش این سرعت اولیه مسلماً کم شده تا رسیده به یه مقدار ثابت، یه زاویه یه ثابت، چون این خروجی برابر زاویه است. و در نهایت میایم شرایط اولیه رو به جریان میدیم. اینا رو میذاریم 3 3 و قسمت هم. کامنت میکنیم و باز هم اگه جریان اولی همون هم مخالف 0 باشه یا کلن یه مقداری داشته باشه، ما باز هم تأثیرش رو توی خروجی داریم میبینیم. حالا میریم سراغ حالت بعدی، سیستم دوممون. پس میایم دوباره، ما سیستم 2 رو تولید کردیم، همین شرایط رو، همین حالت ها رو، یعنی همه این ستا رو کپی میکنیم اینجا. و برای اینکه کارمون بهتر بشه نمیذاریم y1، یه فیگر جدید باز میکنیم، پلات کن y1 رو، هولد آن میکنیم اینا دیگه، تی رو اینجا برمیداریم،
شبت وای یکمون این بعدش اون وای دوه نام وای سه وای سه هلدان هم برای اولی باید گذاشته بشه، برای بقیه خودش تکرار میشه. خب حالا این سیستم رو هم میکنیم سیس دو. اینجا هم گفتیم که برای سیستم دوم اینا رو باید برابر دو کنیم. حالا ما اینو ران میکنیم. البته بهتره که در نهایت ما یه دونه لجند هم داشته باشیم که بگیم وای یک وای دو و وای سه. خب من اینجا دی رو نذاشتم لجند. خب همونطور که دارید میبینید وای یک چی شده؟ که ناشی از شرایط اولیه استیت اول بود متحد با صفر شده. صفر شدن به این منظور بود برای ما که میگفتیم باید کاملا در همه لحظه ها صفر بمونه. خب حالت آخرم که چی بود؟ ما دوباره همه اینا رو کپی میکنیم، فقط به جای البته اینجا هم باید اینا رو عوض میکردیم توی حالت قبلی، حتی نتیجه که ما میخواستیم رو گرفتیم ولی میبینید الان استیت های دیگه هم به صفر میرسن، ولی یا مثلا میتونیم بگیم که خروجی های دیگه همون هم به صفر میرسن ولی به صفر رسیدن، صفر نبودن از اول. و حالا برای آخری که ما یه بزن اسمشو فیگر سه که روی هم رسم نکنه، چون که ما هنوز برنامه رو کامل ران نکنه، اینا رو همه رو هم رسم کنیم. دو تا خروجی داریم اینجا، یه دو تا خروجی رو همزمان اندازه گیری میکنیم. بعضی جاها میبینید که صفر شده، ولی این صفر شدنه برای ما ملاک نیست، چون یکی از خروجی ها رو بالاخره داره غیر صفر نشون میده. پس به خاطر همین ما میگیم که این سیستم رویت پذیره.